أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس این سوره سر آدابی بود که مردم با پیغمبر بزرگوار اسلام چگونه رفتار کنن و چه قسم صحبت کنن و باید آداب حضور یاد بگیرن. یک در یک حدیث می فرماید الادب یغنی عن الحسد، پسری کی هستی و چی کاره بودی و دردی چی اونا چی با درد میخوره که من پسر فلانی بودم، قوم ما ای بوده، فلانی در بین ما یا قوم ما فلانی آدم ای بوده. خودت میگه با ادب باش، ای تو را بی نیاز میکن از حسب تو، نسب و حسب نمیخواه دیگه. همدیش یک انسان خود آدم با ادب میفرمایه پنج چیز اگر در کسی نباشه خیلی هم قابل امتیاز دادن نیه و امتیاز نداره دیگه. قیل و ما هنه، امام صادق میفرمایه پنج چیزه، قیل و ما هنه یبن رسول الله، ای پسر رسول خدا، ای پنجتا چی هسته؟ فرموده که انسان باید دین داشته باشه. ای دین، ما وقتی که میگیم دین داشته باشه یعنی بده آدم میای که نماز بخونه. نماز یک جزی از دینه، کل دین که نیه. دین یعنی به جهانبینی کامل داشته باشه. تا انسان جهانبینی نداشته باشه سرگردان و گمراهه. ایدئولوژی بعد از جهانبینیه، بعد از جهانبینیه، چی خوبه و چی بد، بر چی اساس، از چی لحاظ میگی ای خوبه و ای بد. مال مردم خوردن چطوره؟ خوبه دیگه، آدم مال مردم رو بخوره پیدا میکنه. سود خوردن خوبه، قرض میدم فاید ربا میگیرم، فایده میکنه، مالم زیاد میشه. اینا اشتباه کل اینه. بس سری اینه که جهانبینی ما چیه، ما چی جهانبینی داریم. ای برای انسان خیلی مهمه. امروز فرهنگ مادی که مبتلا شده به گمراهی و به نام عقلانیت غرائز بنده غرائز خود شدن. نه باید عقلانیت باشه. کدوم عقلانیت؟ او عقلانیت احکام عقلی را که از اول مسلمان ها قبول داشتن. فلسفه چیز خوبیه، قانون علیت چیز خوبیه. او عقلانیتی که غربی ها میگن عقلانی، یعنی همون چیزایی که به حسب غرائزشان برایشان خوب میایه، او را نامش عقلانیت مندن. که ترویج غرائز دینی و بر اساس غرائز دینی انسان بنابوزاره که خوب و ایبت، بدتر از جنگل حیوانات میشه که دنیای امروزی ما همچی است. ما باید یک جهانبینی داشته باشیم. آیا این کائنات بیهوده آفریده شده؟ عبس آفریده شده؟ نه، ام علت فاعلی داره، خالق داره، و ام علت غایی داره، هدف داره. کائنات هدفمند خلق شده. ما در کجای این کائنات واقعیم؟ موقعیت ما چیه؟ باید بر اساس هدف خود پیش بریم. یعنی مینا دینه دیگه، آدم به خدا معتقد میشه، زندگی خود عبس و بیهوده نمیدانه، به یک سرای آخرت که سرای مکافات و مجازات به او معتقد میشه، به کسانی که برای ترویج دین از نوع بشر انتخاب میشه با او معتقد میشن که نبوت باشه. همین اصول دین، همین ستایه، توحید، امعاد و سیوم نبوت. باید آدم به اینا معتقد باشه. بر اساس این سه چیز او وقت بعد دیگه میگه ای خوب یا بد. اینا با توجه به اینا آدم میگه خوب یا بد. او موقعی که در زندگانی خود معتدل میشه و گمراه نمیشه، ادب یاد میگیره، بر امی اساس پیش میره، زندگیش بهرمند، پر بهره میشه، از زندگی خود استفاده میکنه. این زندگی ما و شما خیلی اگر بدین باشه خیلی فواید داره. به 60 سال ما و شما
زندگانی ابدی خود تامین میکنه. در بهشت و العقل، کسی که عقل نه که دیوانه نباشه، یعنی یک عقل خوب، اگر از عقل خوب برخوردار باشه زندگیش خیلی پرفایده میشه، و الا اگر عقلش ضعیف باشه از زندگی خود فایده نمیبره، چیزی لذت نمیبره و امتیاز پیدا نمیکنه. با عقل انسان میتوانه که به یک جایی برسه. بعضی هم یک مقدار عقل استاد خدا دادیه، او به دست ما نیه که خدا عاقل تر درست کنه، این کار نمیتوانیم. یک مقدارش استعدادیه. آدم در خانه به چای خود میبینه، از یک پدر و یک مادر به دنیا آمده، پدر و مادر هر دور دوست داره، به هر دو محبت میکنه، یکی عقلش کمتره یکی عقلش بیشتر. شاید این 95% پدر و مادرها اگر متوجه شده باشن تجربه کردن. اولادا انسان که همه به یک فکر نیه، به یک درجه از ادراک و شعور و عقل نیان، از همه کوچکی اولادا فرق میکنه. باید رنگا رنگ بیای، این نظام جهان همی تقاضا را داره. اگر همه یک عقل داشته باشن، همه یک فکر داشته باشن، مثلا همه نجار میشن، یا همه زرگر میشن، یا همه خیاط میشن. باید رنگارنگ فکرهای رنگارنگ داشته باشن که هر کدوم یک صناعت اختیار کنه، با یک را بروه تا اجتماع، نظام چرخ اجتماع به چرخه. انسان ها به هر چی محتاجن، از جاروکش بلدیه بگیرن تا به او استاد پوانتون، تا به یک دانشمند عالی مقام، و این همه فرق میکنه. همه چیز ما میخواییم، فکرها مختلف میشه، درجات فکری انسان ها مختلفه. این درجات فکری هم که مختلف میشه، یک مقدارش مربوط به صفای باطن مرد و زنه، زن و شوهر، با او حالتی هم به غذایی که مرد و زن خورده، اون هم فرق میکنه. غذایی که خوردن اونا تاثیر میکنه در اولاد انسان. مثلا در بعضی کتابای است غذا شناسیه، در مورد غذا صحبت میکنن، اونجا نمیشته که اگر کسی زن در دوران حاملگی اگر برنج زیاد خورد پسرش گندومی میایه، سفید نمیایه. چی بخوره زن چی نخوره، فکرایش چی باشه، ناراحت زن حامله تاثیر میکنه در روحیات بچیش، چی بخواه چی نخواه، طرز تفکر زن، طرز خوراک زن، زن آیا راحته یا تشویش داره، یا با شوهرش یا با فامیلش تشویش داره، ناراحتی داره، نه زن خیلی خوشحاله، آرامه. این همه تاثیر میگذاره در روحیه طفل، در بدن طفل، هم در صفات بدنیش هم در صفات معنویش تاثیر میگذاره. ولی اختیار از دست کسی خارج نمیشه، اون بعضم انسان مختاره. یک مقدارش فکر چیزه طبیعیه که بعضی بچه از اول اوشمندن. وزیر مریض شده بود، شای مملکت رفت به خانه وزیر به دیدنش، هم پسرش هم نشسته بود. ای شام رای ای پسر کوچیک وزیر شوخی کرد، شوخی میکرد سر به سرش میمن، میگفت که قصر ما بهتره یا خانه قصر شما بهتره. ما ای پسر وزیر 4 ساله بوده 5 ساله بوده، کدامه که بهتره؟ ای پسره گفته بود که نخیر قصر ما بهتره، الان قصر ما بهتره. گفته بود برای چی؟ شام متوجه نشده بود. گفته بود برای چی؟ گفت بخاطر که شما تشریف آورده. به او زرنگی، به او کوچکی چی زرنگ؟ مکفه الان قصر ما بهتره، چون شما اینجای شاه خوشش آمده. گفت که بعد سر به سرش من گفت از این انگوشتر قیمتی به دست شاه بوده، از این انگوشتر قیمتی چیز بهتری دیدی؟ گفت بله قربان دیدم.
گفت چیه؟ گفت انگشت شما بهتر از انگشتر شماه. او قدر شاید تحت تاثیر رفت که همین انگشتر قیمتی رو کشید و این بچه داد. بعضی وقت این قسمت بچه ها در می آین. ولی یک مقدار دیگهش به اختیاره. آدم مطالعه میکنه، فکر میکنه با کارهایی که بعد در زندگانی خود اگر زندگیش با گو خر باشه و با زمین باشه، او کمتر تجربه فکری پیدا میکنه، کمتر عقلش رشد میکنه. ولی اگر در اجتماعات بزرگ باشن، کارهای دیگری میکنن، یا به مکتب میرن یا درس میخوانن یا با تجارت با کارهای دیگر یا با سیاست مدارا میشینه، خب طبعا فکر عقل انسان بهتر میشه. یک مقدار عقل موهبتیه که خدا میده، یک مقدار دیگه اکتسابیه که آدم در زندگانی خودم میتوانه که عقل خود بالا ببره. خب قرص عقل چیز خوبیه، سرمایه انسان. سیوم حیا، که آدم از کار بد حیا کنه، از صحبتهای بد حیا کنه. حیا داشتن یک دفعه حیا نسبت به خدایه، که آدم از خدا حیا کنه. از خدا حیا کنه یعنی باید معصیت نکنه. از بی حیایی انسان که آدم به خدا که معصیت میکنه، آدم از خدا شرم نمیکنه. حیا خیلی چیز خوبی اگر انسان از خدا حیا داشته باشه، هم در خلوت و هم در جلوت، چی مردم باشه چی نباشه، او از خدا حیا میکنه، معصیت نمیکنه. ول حیا، یک دفعه مردم انسان از مردم حیا میکنه، نمیخوای که روبرو با او فوش بده، او حتی کی میکنه، ای حیا میکنه، ساکت میشه، حرف زشت نمیزنه. یکی از چیزایی که یک بعضی از فقها نوشتن که از گناهان کبیره و حرامه که انسان الفاظ رکی که زشته بگویه ولو فوش ندهه، فوش دادن که حرامه، نه نامی عورت میگیره. یک عده مردم ما خیلی عقب افتاده هن. از نظر واقعا از نظر فکری و اخلاق اینا فقیرن، نشستن صحبت میکنه معمولی دیگه، روز 20 دفعه نامی عورت میگیره. بعضی از فقهای ما نوشتن که ذکر ما یستقبح ذکره، یاد کردن او چیزی که در بین عقلا یاد او قبیه، قبیه شمرده میشه، حرامه. مثل که مال مردم خوردن حرامه، اینم حرامه که انسان در بین مردم نشد. حالا اگر خودش تنها باشه یا با خانومش باشه اشکال نداره، اما وقتی که آدم بین مردمه و الفاظ رکیک نامای زشت میبره، حرامه، جایز نیه که کار کنه. یک کم انسان باید حیا داشته باشه، ادب داشته باشه. و حسن الخلق، حسن خلق، پیشانی را ترش میکنی، با همه کس به تندی صحبت میکنی، اگر یک شب مریض شدی صبح همه را پر میکنی مردم، من دیشب مریض بودم، همچی بودم، تو برای چی کار کردی، او برای چی کار کرد. بعضنش تندی میکنه با پیشانی ترشی، با اولادش همین قسمه، همه میخواهیم که با این صحبت نکنن. کی خوش در آدم بدخلق؟ از زندگی خود باره برده نمیتوانه، یعنی امتیاز به دست آورده نمیتوانه. کسی که حسن خلق نداره بدخلقه. یه بعضی مردم هستن دیگه حسن خلق دارن. من یک نفره میدیدم خیلی از او خوشم میامد، هر وقت که مرد دیدم گفتم که کار زندگانی شما چطوره؟ با پیشانی بعد میگفت خدا را شکر خوبه، کار ما خوبه. من خبر داشتم خانش فقیر بود، مرد فقیری بود، ولی حاضر نمیشد که بیایه پیشانی را ترش کنه و از روزگار شکایت کنه و از خدا شکایت کنه، ما خدا نداد و خدا بخت مر پایین کرد و ایتر. هر وقت که ما بود میدن میگفتم مستحال شما چطوره؟ میگفت خدا را شکر وضع ما خوبه، خیلی مزو خوشم میامد. در مرد فقیری بود. آدم باید مصیبت داره برای خودشه با مردم با حسن خلق، یعنی حسن خلق غیر از مکارم اخلاقیه.
یکی از مکارم اخلاقی حسن خلقه. یعنی آدم باید خوش برخورد باشه با مردم، نه در حرام، نه در حرام، نه اینکه هر کس هر چی بهش گفت بگان. یک وقت میگن مولا نصرالدین خانه نشسته بود، یک نفر آمد گفت مولا فلانی ام چیه ایتو بدیه. گفت آه راست میگی راست میگی، خیلی خبیثه. او رفت، او که رفت گفت حق بجه، گفت حق بجانب توه. یه که رفت او نفر مدعا علی آمدم نفر، گفت که مولا ای آدم بر من ظلم کرده، ایتو رو گفت آه خیلی آدم فاسقیه، حق با توه. او رفت، او که رفت زن مولا نصرالدین از اتاق بیرو شد، گفت مولا تو اولی را مقب جانب گفتی، مدعی را مدعاله مقب جانب گفتی، ای چیه؟ گفت حق با جانب توه، تو راست میگم، ایراد تو بر ما وارده. ای غلط انسان که هیچ قضاوت نکنه، افراد نکنیم که هر کس که هر چی گفت قبول کنه. نه، یک نفر میای بدیا یک کس بیان میکنه، نه به دعوا، به آرامی انسان به او میگه که نه او غایبه، بگذار که او بیای حاضر شه و شما حق ندارین در غیاب کسی بدی بگید. امیرم که میگه با حسن خلق، با پیشانی باز، انسان با مردم تا که میتوانه باید با پیشانی باز صحبت کنه، بلب پرخنده، تبسم، پیشانی باز انسان باید صحبت کنه. و حسن الادب، با ادب صحبت کنه، هم در عمل خود انسان با مردم ادب داشته باشه، هم در کلام خود. یک وقت میگن پیش نوشیروان یک دو نفر آمدن، یکی گفت خداوند عمر شما را دراز کنه، به شما سلامتی بده، به شما روز خوش بده، ای حرفا را گفت. دیگه گفت که خدای شما را جوان مرگ نکنه، شما را اسیر دست دشمن نکنه، شما را به بلاهای بد گرفتار نکنه. او قسم گفت، او اولی، او قسم، او میگه خدا به تو طول و عمر بده، ای دویمی گفت خداوند عمر ترکوتا نکنه. او گفت سلامت باشین، ای گفت به مرضای گوناگون مبتلا نشین. این قسم، او صفات خوب اثبات میکرد، این صفات بد سلب میکرد. وقتی که خلاص شدن، نوشیروان گفت بزی بدن ازار افغانی مثلا به او بدن 500. یکی از وزیرا گفت قربان چه فرق کرد، از دو تا شمار تعریف کرد که به او ازار میدی به ای 500. گفت ها، مقصود هر دو یکی بود، معنام یکی بود، ولی الفاظ خیلی فرق میکرد. او بابا میگه عمر شما طولانی باشه، با سلامتی بدن شما، ای میگه به بلای بد گرفتار نشوی، جوان مرگ نشوی. الفاظ فرق میکنه از نظر ادب. او فکرش بالاتر بود، به او هزار داد بده، به ای 500 بده. هم در گفتار خود انسان باید ادب داشته باشه، هم در افعال خود ادب داشته باشه. ای باعث کمبودی انسان نمیشه که با مردم آدم ادب داشته باشه. شخصیت خود انسان بالا میره که آدم با اونا با مردم انسان ادب داشته باشه. در تاریخ داره که امیرالمومنین یک موقع مثل که تنها رفته بود خارج کوفه، دیگه جایی که میرفت نه موترای ضد گلوله بود و نه اسبهای خیلی قوی و صد نفر با خود می آورد. در حکومت اسلامی امتیازات نیه. از کوفه خارج شده بود، یک جای دور رفته بود، تنها، هیچ کس همراهش نبود. بعد پس دوباره طرف کوفه می آمد. در اثنای را در تاریخ داره که در اثنای را با یک یهودی هم در را یک جا شدن. نه سوال نکردن که تو کی تو کی. یهودی به حضرت امیر گفت که کجا میرین؟ گفت ما در فلان جا که رسید دیگه مثلا به طرف دست راست میرم. تو کجا میری؟ گفت ما فلان جا. خب گفت تموی سک، پس ما و شما به هم چیزیم، ما و شما به هم یک جایی. بین را میرفتن صحبت میکردن تا به او جایی رسید که حضرت امیر به یهودی گفته بود که من اونجا از تو جدا میشم. اما اونجا رسید و علی جدا نشد، با این یهودی میرفت. او یهودی گفت که تو اشتباه نکردی، تو به ما گفتی که من فلان جا چیز میشم،
جدا میشن. الان اون میکرد رفتم یک دا قدم رد شدم امیه همون سرک همینجیه. گفت نه من اشتباه نمی کنم، من بلدم اینجا رحمه را، من به خاطر تو آمدم. گفت پیغمبر ما، پیغمبر ما به ما سفارش کرده که با امراهان امسفرای خود امراهان خود با اونا احترام و مثلا ادب داشته باشه. ما به چون تو با ما یک دو ساعت یا دو ساعت یا سه ساعت یا یک ساعت در راه یک جا بودیم، ما به خاطر تعدب که تو هم سفرم بودی تا با ایسه که آمدم که برای خود آمدم، ای دا 20 قدمه که آمدم به احترام تو آمدم، خواستم تو را تشریح کنم. یهودی گفت پیغمبری شما گفته؟ گفت چی پیغمبری؟ چه دستورات و تعلیمات خوبی، چقدر ادب. بعدم مثل که فهمید که امیر المومنیه. گفت تو امیر المومنیم هستی، خلیفه مسلمانم هستی، به خاطر یک یهودی تا اینجا آمدی؟ واقعا که دین شما برحقه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. او یهودی مسلمان میشد، میکشتی مسلمان نمیشد، اما اخلاق و ادب چی چیز خوبیه، او را مسلمان کرد. با مکس با دوستان مروت، مروت یعنی مردانگی، با دشمنان مدارا. حسایشی دوگیتی تفسیر این دو حرف است. اگر میخوایی در دنیا و آخرت خوشبخت باشی، تفسیر یعنی دو حرف، با دوستان مروت و با دشمنان مدارا. خود پیغمبر اکرم همی تو بود، بزرگان دین همه همی قسم بودن، تعدب داشتن، اخلاق داشتن، کیفیت زندگانی خیلی دقیقه که آدم در بین مردم زندگانی کنه. خیلی اوقات میشه آدم میبینه که مردم به انسان ظلم میکنه، خیال میکنه که مردم ظالم هم مظلوم. نه، تو خودت تغییر بده، خودت تغییر بده. لابد با مردم برخورد کردی متکبرانه، خود از دیگرها بالاتر دانستی، مردم هم از تو خوشش نمیایه. اما وقتی که انسان تواضع میکنه، همی تواضع خود آدم بالا می بره. تواضع سر رفعت اندازدت، تو بالا می بره. تکبر به خاک اندر اندازدت. خدای تبارک و تعالی به ما و شما ادب و اخلاق و فروتنی را لطف کنه. والحمد لله رب العالمین.